در گفتار امشبمون مایلم که به یک نکته ای اشاره بکنم که به نظرم خیلی زیبا و مهم هست در شرایط سیاسی که کشور ما باش روبروست و مردم ما باش روبرو هستند. به خاطر دارم که در دهه 60 و 70 میلادی در جهان تحت ستم در کشورهای آمریکای لاتین چشم‌ها به انقلاب کوبا دوخته شده بود. در ژانویه 1959 دولت انقلابی در هاوانا به قدرت رسیده بود و چهره چگوارا و فیدل کاسترو روزنامه‌های انقلابی دنیا رو پر کرده بود و جوان‌ها رو در کشورهای جهان سوم به شدت امیدوار کرده بود که یک شیوه مبارزه مسلحانه میتونه اینها رو به پیروزی برسونه. در همون ایام و اوان برخی از مخالفین رژیم شاه در آخرین دادگاه‌های مدنی که در ایران برگزار می‌شد روایت هستش که مهندس بازرگان اتمام حجتی رو کرد با دولت شاه و گفت که ما آخرین کسانی هستیم که با شما به زبان قلم و با نوشته صحبت میکنیم. آینده تاریکتری برای شما خواهد بود. تاریخ نشون داد که در حوالی سالهای 48-49 یک جنبش مسلحانهی در ایران اتفاق افتاد و دو گروه نظامی، گروه فدایان که جناح چپ رو تشکیل میدادن و گروه مجاهدین خلق که نیروهای اسلامی رو تشکیل میدادن، از اون چیزی که در اون زمان گفته میشد جبهه ملی سوم بیرون زد و مشی مسلحانه رو برای مبارزه با شاه در پیش گرفت. سالهای 50 روزنامه‌های ایران پر از تصاویر درگیری‌های مسلحانه‌ای بود که در شهرها، در بعضی از نقاط کوهستانی در سیاهکل این تصاویر رو نشون میداد. ما در سالهای 1356 و 57 شاهد بودیم که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست. انقلابی که مطلقاً انقلاب مسلحانه‌ای نبود. مردم با راهپیمایی در خیابون‌ها، با الله اکبر گفتن‌های شبانه، با تظاهرات و بعد با اعتصاب کارکنان نفت و اعتصاب کارکنان دولتی، اعتصاب روزنامه‌ها، اعتصاب کارمندان رادیو تلویزیون رژیم سلطنتی رو در واقع فلج کردند و به شرایطی رسوندند که بیشتر شما بینندگان عزیز با اون آشنا هستید. در همون سال 1357 استاد آواز ایران محمد رضا شجریان قطع شعری رو از اصلان اصلانیان بر می‌داره و با کمک پرویز مشکاتیان و با ساز لطفی اون رو اجرا می‌کنه به نام تفنگم را بیاور تا ره بجویم. بعد نیست به این آهنگ یک چند لحظه گوش بکنیم و بعد برگردیم و من دنباله سخنم رو با شما ادامه خواهم داد. شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه، منو اندیشه های پاک کوه،
امیدوارم که از این آهنگ خوشتون آمده باشه و شما رو به اون دوران سالهای اول انقلاب، دوران بهار آزادی برده باشه. استاد وقتی که از شب تاریک سخن میگه و از اینکه جوانا رو تشویق میکنه که سلاح به دست بگیرن و راه رو بجویند برای رسیدن به پیروزی، از یک فضای میاد که اون فضاهای در واقع انقلابی اون زمان هست و به خصوص چون او از جناحی میامد که با جناح مذهبی حاکمیت همراه نبود، برای جوانهای چپ اون دوره خیلی آشنا بود این آهنگ و خیلی گل کرد. 30 سال از اون زمان گذشته و امروز شاهد این هستیم که بار دیگر خیابانهای تهران از انبوه جمعیت پر شده. میلیون‌ها نفر در خیابانها در حال حرکتند. گرازهای رژیم مثل سابق با اسلحه به روی مردم آتش می‌گشایند. نداها و سهرابها رو در خیابان از روی پشت بام به گلوله می‌بندند و جوانها سر از بهشت زهرا، سر از زندانهای ناشناس و شکنجه و تجاوزهای جنسی. ولی استاد این بار باز ندای تفنگ رو بر نمی داره. تفنگش رو بر نمی داره. صداش صدای فریدون مشیری است و می گوید که تفنگ را بر زمین بگذار. برادر جان، تفنگت را زمین بگذار. چرا؟ برای که در 30 سال گذشته جامعه روشنفکری ایران به همت کسانی که آمیزش گاندیوار رو برای مبارزات و برای تغییرات اجتماعی مانند رامین جهانبگلو به دانشجویان ایرانی تدریس کردند، الان میوه اون حرکت رو در این جنبش مشاهده میکنید، در این جنبش سبز. مردم در خیابانهای تهران با سکوت راه میروند و حرفهای بزرگتری را میزنند که حتی صدای گلوله هم یارای ایستایی آن را ندارد. رژیم با تمام قدرت نظامی و با تمام قدرت و صلابتی که فکر میکند دارد، در مقابل سکوت مردم و در مقابل آهنگ استاد، تفنگش را بر زمین خواهد گذاشت. امیدوارم آن روز را همه با هم ببینیم. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم جز زبان دل، زبان دل. دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن،